سلام به تمام هاشه نیوزی های عزیز خوش اومدید به نظامی ترین کانال یوتیوب فارسی زبان توی این کانال ما برای شما جذاب ترین جلوه های نظامی ایران و جهان را آماده می کنیم و توی این برنامه هم با هم می یه سری بزنیم به جدید ترین پیشرفت های کشورمون توی عرصه رادارها پس تا پایان با ما همراه باشید تا با هم به تماشای بهترین های راداری کشورمون بپردازیم و با لایک ها و کامنت های انرژی بخشتون این کانال رو حمایت کنید همین سه روز پیش بود که برای اولین بار در جریان رزمایش اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش از سامانه های پایش الکترو اپتیکی سیار جلال و کنترل و فرماندهی جی آی اس متحرک استفاده شد این سامانه توی جهاد خودکفایی و مرکز بهینه‌سازی شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش در راهی و ساخته شده و با قابلیت انتقال تصاویر به دوردست و توی تاریکی شب کلی مراکز کنترل و فرماندهی میشه داده های راداری و اپتیکی رو تلفیق کرد همچنین توی این رزمایش سامانه کنترل و فرماندهی صورت تسهیل در کنترل و هدایت عملیات و تهیه و تولید انواع داده های جغرافیایی و نقشه های عملیاتی بهره برداری شد این سامانه نیازمندیهای های ضروری یک فرمان در واسه کنترل و هدایت عملیات توی یک منطقه دور افتاده مناطق عملیاتی و مناطق رزمایشی را تامین کنه رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون همچنین این دوشنبه خبر مهمی رو درباره تست موفق انتقال اطلاعات بر پایه فناوری کوانتومی اعلام کرد بر اساس این اطلاعات این آزمایش سومین تست از نوع خودش توی کشور بود و بین برج میلاد و سازمان انرژی اتمی انجام شده و در جریان اون انتقال اطلاعات بر پایه کوانتوم انجام شده این آزمایش انتقال امن کوانتومی فوتون‌ها تا حالا توی سه فاز آزمایشگاهی در فاصله دو متری ما بین دو ساختمون به مسافت 300 متر اخیرا بین مون مرکز فناوری های کوانتومی ایران تا تراز 300 متری برج میلاد به مسافت 1650 متر انجام شده بر اساس اونچه بیان شد این دستاوردها به عنوان یک بخش زیر ساخت مورد نیاز و گامی به طرف ماهواره کوانتومی رادار لیدار کوانتومی و شبکه های کوانتومی تلقی میشه فعالیت های عملیاتی مرکز فناوری های کوانتومی ایران از سال 1397 توی چهار حوزه اصلی فناوری های کوانتومی یعنی مترولوژی و حسگری کوانتومی مخابرات کوانتومی شبیه آنالوگ و دیجیتال کوانتومی و هم همچنین رایانش و محاسبات کوانتومی تعریف شده و در حال اجراست که میشه به رادار کوانتومی یا تصویر برداری کوانتومی رمزنگاری کوانتومی توی فضای آزاد و بستر فیبر نوری اندازه گیری کوانتومی کمیت های مختلف فیزیکی ساعت اتمی مغناطیس سنجی کوانتومی نقشه کوانتومی مغز ژیروسکوپ و به کوانتومی اشاره کرد دو بحث توی بخش ارتباط و امواج کوانتومی توی حوزه نظامی اهمیت بالا و ای داره که یکی بحث راداری و دیگریش بحث ارتباط امن هستش که توی این ویدیو به مبحث راداری میپردازیم اما پیش از هر بحثی بهتره یکم با مسائل پایه‌ای توی حوزه فیزیک کوانتوم آشنا بشیم اصطلاح کوانتوم توی فیزیک به کمترین مقدار ممکن از یک کمیت مقدار پایه یا یک کوانتوم اون کمیت میگن بر اساس این تعریف وقتی که از یه ظرفیت یا کمیت کوانتومی صحبت به میان میاد یعنی از یک جسم با اندازه خیلی کوچیک صحبت میشه مکانیک کوانتوم شوخی بنیادی از فیزیک نظری هستش که با پدیده های فیزیکی در مقیاس میکروسکوپی سر و کار داره بنیادی ترین تفاوت مکانیک کوانتومی با مکانیک کلاسیک در این هستش که مکانیک کوانتومی توصیفی سازگار با آزمایش ها از ذرات توی اندازه های اتمی و زیر اتمی در اختیار میذاره در حالی که مکانیک کلاسیک توی قلم روی میکروسکوپی به نتایج نادرست ختم میشه در حقیقت میکنی که کوانتومی بنیادی تر از میکنی که نیوتونی و الکترومغناطیس کلاسیک هستش چون توی مقیاس های اتمی و زیر اتمی که این نظریه ها باشه، کس با شکست مواجه میشن با دقت زیاد خیلی از پدیده ها رو توصیف میکنن میکنی که کوانتومی به همراه نسبیت پایه های فیزیک نوین رو تشکیل میدن میکانیک که کوانتوم با نظریه کوانتومی شامل نظریه درباره ماده و تابش الکترومغناطیسی و برهمکنش بین ماده ها و این تابشه با داستان این تعریف کلی به سراغ بحث رادارهای کوانتومی میریم. اگه بخوایم درباره رادار صحبت بکنیم به صورت خیلی کلی باید رادار رو یک وسیله پخش امواج رادیویی توی فرکانس های مختلف تعریف کنیم که بعد از برخورد این امواج به اجسام مختلف و برگشت اونها گیرنده ها اونها رو دریافت و شیء مورد نظر را کشف میکنن حالا توی نظریه و بحث رادار کوانتومی خبری از امواج رادیویی نیست و به جای اونها از فوتون ها بهره گرفته میشه فوتون در حقیقت یک کوانتوم یا به عبارتی کمترین مقدار قابل اندازه‌گیری توی میدان امواج الکترومغناطیسی هستش فوتون ها در عین حال بخش پایه تشکیل دهنده بحث نور هستند بحث نحوه عملکرد رادار کوانتومی بر اساس نظریه در هم تنیدگی کوانتومی استوار هستش این نظریه به زبان ساده میگه که وقتی ذراتی مثل فوتون از همدیگه جدا بشن هر گونه تغییری توی هر کدوم از ذرات جدا شده قابل مشاهده روی ذره دیگه هم هست به همین اساس توی بحث رادار کوانتومی از یه صفحه کریستالی بهره گرفته میشه که توسط این صفحه به دو ذره تبدیل میشه فرض کنید یه ذره آب و ذره بعدی بی نامیده میشه ذره آب به وسیله امواج مایکروویو توی فضا آزاد میشه و ذره بی توی سیستم راداری مورد نظر باقی میمونه برخورد ذره آب با اجسام در هوا باعث میشه که این ذرات انعکاس داشته باشند با دریافت این انعکاس ذره بی فعال میشه و تصویری از اونچه که ذره آب با اون برخورد داشته رو مشخص میکنه کاربر رادار با مشاهده تغییرات توی ذره بی میتونه به شکل جسمی که ذره آب با اون برخورد کرده سرعت اون و سمت حرکتی اون رو به دست بیاره بر اساس اون چی که توی این زمینه تحقیق و اعلام شده ذرات فوتون بدون توجه به شکل و با جنس هدف مورد نظر عمل میکنه به همین دلیل هستش که اعلام شده در صورت عملیاتی شدن این گونه از رادارها بحث پرنده های رادار گریز تقریبا بی اثر میشه در این حال انرژی و اثر خروج این رادارها خیلی پایین هستش و احتمال کشف اونها توسط دشمن رو هم خیلی ضعیف میکنه همچنین به دلیل بهره بردن از ذرات فوتون سرعت ارسال و انتقال داده ها توی این سامانه ها خیلی بالاتر از رادارهای معمولی هستش. رادارهای کوانتومی در چه وضعی هستند؟ چند سالی هستش که بحث ها درباره توسعه این رادارها ادامه داره توی سال 2018 میلادی به شرکت لاکید مارتین آمریکا یه قرارداد واسه توسعه این رادارها اعطا شد که البته از اون زمان تا به امروز خبر خاصی درباره این برنامه منتشر نشده توی یکی از آزمایش های صورت گرفته توی مقیاس مینیاتوری که توی سال 2012 توی آمریکا انجام شد مشخص شد این رادارها حداقل توی وضعیت آزمایشگاهی جواب دادن و به یه پرنده پنهان کار بیدو رو کشف کردن توی سال 2016 میلادی چینی‌ها ادعای قابل تعملی رو مطرح کردن اون هم عملیاتی کردن نسلی از رادارهای کوانتومی بود که بنا به گفته چینی ها 100 کیلومتر برد داره و میتونه تمامی پرنده های پنهانکار آمریکایی رو هم کشف بکنه چینی ها از اون زمان تا به امروز اسناد قابل اعتنایی درباره این رادار ایران نکردن و به همین دلیل همه فعالان توی این بخش ادعای چینی ها در این باره رو قابل استناد نمیدونن توی بهار سال جاری آزمایش موفق درباره توسعه نمونه آزمایشگاهی رادار کوانتومی با همکاری اتریش، آمریکا، انگلستان و ایتالیا انجام شد که یه دانشمند ایرانی به اسم لوزنجه هم توی این تحقیق حضور موثری داشت نتیجه این تحقیق البته بیشتر به عنوان یه آزمایش اولی و توی مقیاس آزمایشگاهی بود طبیعتاً به واسطه ظهور فناوری های کوانتومی و توسعه و پیشرفت های رو اون در آینده نچندان دور باید شاهد انقلاب جدید تکنولوژیکی و تغییر و تحول بزرگی توی حوزه های مختلف علم و فناوری باشیم که معادلات و مناسبات اقتصادی سیاسی نظامی فرهنگی و اجتماعی رو متحول میکنه در این بین مقوله جنگ الکترونیک به واسطه فناوران محور بودن به شدت تحت تاثیر این فناوری قرار خواهد گرفت و ماهیت جنگ های الکترونیک آینده هم تغییر خواهد کرد در حال حاضر این فناوری در یک شروع اولیه به سر میبره و تا رسیدن به یک وضعیت عملیاتی و استفاده رزمی فاصله داره ولی بر اساس اون چه پیش بینی میشه در آینده این اصل از رادارهای بدل به اصلی ترین نوع سیستم های کشف هدف در جهان تبدیل میشن و حداقل پرنده های پنهان کار با تعریف فعلی رو به راحتی شناسایی میکنن توی وضعیت فعلی و با اعلام فعالیت کشور ما توی حوزه کوانتومی و راداری میشه امیدوار بود که جمهوری اسلامی توی این حوزه در کنار ابرقدرت های جهان قبل از خیلی از کشورهای دنیا به بحث تولید رادارهای کوانتومی رسیده و یکی از قله های خیلی مهم و حساس فناوری دفاعی در جهان رو فتح کرده بدین ترتیب این برنامه از هاشی نیوز هم به پایان خودش رسید لطفا اگر از این برنامه لذت بردیدون رو برای دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید و با لایک ها و کامنت های خوبتون این کانال رو حمایت بکنید تا برنامه بعدی از هاشین نیوز خدا نگهدار گهدار. گهدار.